چهارشنبه 15 تیر ماه سال 1390 یه دختر روی پل مدیریت تهران توی منطقه دهونک با 26 ضربه چاقو سلاخی شد و همزمان صدها نفر زیر پل داشتن از این صحنه ویدئو گرفتن. به ششمین صحنه جرم خوش اومدید. من زهرا هستم. چهارشنبه 15 تیر ماه سال 1390 یه جنایت روی پل مدیریت تهران اتفاق افتاد که خبرش خیلی زود همه جا پیچید و همه آدم ها شوک شده بودن. داستان از این قرار بود. کوشا پارسا، دانشجو سال آخر ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، یه روزی از یکی از همکلاسیاش به اسم مهسا امین‌فروغی خوشش میاد و بعد از یه مدتی که با خودش کلنجار میده که آیا این پیشنهاد رو بده یا نه، تصمیم میگیره که با مهسا اینو در میون بذاره. ولی مهسا پیشنهادش رو رد میکنه و خیلی هم جدی نمیگیره. اما اینجا یه چیزی با همه داستان ها متفاوته، چون ممکنه که شما بارها این داستان رو شنیده باشید که یه پسر از یه دختر خوشش میاد، بهش پیشنهاد میده، اما اون دختر رد میکنه. اما چیزی که اینجا متفاوته کوشاست. کوشا توی یک خانواده بزرگ شده بود که خیلی از نظر محیطی خانواده آرومی نبود. خانواده‌ای که کوشا توش بزرگ شده بود و خونه‌ای که کوشا توی اون بزرگ شده بود، خونه‌ای بودش که اهالی اون، یعنی پدر و مادر کوشا، دائم با همدیگه در حال مشاجره بودن و این داستان حتی به کوشا و خواهر برادراش هم سرایت کرده بود. خانواده پارسا خانواده خیلی مهربون و صمیمی با همدیگه نبودن و همه این مشاجره ها و اختلافات خانوادگی باعث شده بودش که کوشا به یک آدم مضطرب و بسیار منزوی تبدیل بشه و این دوتا در کنار همدیگه میتونه به شدت برای یک انسان خطرناک باشه و چیزی که آدم ها بهش توی این شرایط احتیاج دارن رفتن پیش یه متخصص و دریافت کمکه. کمکی که هیچ وقت کوشا اونو دریافت نکرده بود. تا اینکه کوشا میره دانشگاه و خب توی محیط دانشگاه اینطوری بوده که خیلی نمیتونسته با آدمای دیگه صمیمی بشه، خیلی نمیتونسته سری دوست پیدا کنه به خاطر اینکه خودش نمیتونسته بره و دوستی رو شروع کنه و از اون طرف آدما وقتی که میدیدن که کوشا همیشه یه گوشه‌ای واسه خودش وایساده، خیلی به نظرشون گزینه مناسبی واسه دوستی و رفاقت و این چیزا نبود. در نتیجه کوشا دوستای خیلی کمی داشت و اون دوستای خیلی کمش هم دوستای اونقدر صمیمی باهاش نبودن. تا اینکه یه روز توی همون دانشگاه علامه طباطبایی کوشا احساس میکنه که به مهسا امین‌فروغی که هم کلاسیش بود و اون هم ادبیات میخون علاقه من شده. اما کوشا اولش که این علاقه رو درون خودش احساس میکنه همونجا سری نمیره به مهسا اینو بگه. یه مدتی میگذره و میبینه که این علاقه هی توش داره افزایش پیدا میکنه، هی داره توش شدید میشه و دائم داره به مهسا فکر میکنه و بعد از این که خیلی زیاد با خودش کلنجار میره و بعد از این که کلی درگیری درونی راجع به این موضوع داشته، تصمیم میگیره که بره اینو به مهسا بگه. اما زمانی که به مهسا میگه، مهسا خیلی سریع پیشنهادش رو رد میکنه و اصلا پیشنهاد جدی هم نمیگیره. خب به خاطر اینکه کدوممونیم که یه همچین چیزی تا حالا واسه همون اتفاق نیفتاده باشه. خیلی چیز طبیعی و خیلی چیز رایجه تو هر محیطی ممکنه پیش بیاد و خب وقتی که یه نفر علاقه ای نداره و در واقع هیچ تاریخچه ای هم اون طرف مقابلش نداره، این موضوع رو رد میکنه به همین راحتی. اما اگر اون کسی که این پیشنهاد رو به شما داده و از شما جواب رد گرفته آدمی باشه که ماها درگیر اینه که بگه نگه، ماها داره توی ذهن خودش سناریو چینی میکنه راجع به این موضوع که چطوری اینو بره بگه، از چه کلماتی استفاده کنه، کجا اینو بگه و همه اینها، این نه واسهش نه خیلی ساده اینی و پذیرفتن این موضوع واسهش موضوع راحتی نیست. چند ماه زمان میبره تا اینکه کوشا تصمیم میگیره دوباره این موضوع رو با مهسا در میون بذاره و بعد از یه مدتی دوباره پیشنهاد خودش رو با مهسا مطرح میکنه و مهسا این دفعه باز هم میگه نه و باز هم خیلی موضوع مهمی واسش نبوده. یعنی در واقع نه خیلی ناراحتش میکرده، نه خیلی عصبانیش میکرده، من خب موافق این موضوع بوده و میگفته نه و میرفته دنبال کارش. اما هر نهی که کوشا میشنیده
انگار که جریتر می شده، انگار که همه اون استراب درونیش سر باز می کرده و به اوج خودش می رسیده. و این نه دوم که بعد از اون نه قبلی می شنوه، انگار همه چیزو داشته شدیدتر واسه کوشا می کرده. احساساتی که کوشا تا قبل از این داشت تجربه می کرد همه به اوج خودش رسیده بود دیگه. این موضوع واسهش یه موضوع خیلی طبیعی نبود و درگیریش با این موضوع خیلی زیاد شده بود. و بعد از یه مدت کوشا تصمیم میگیره که دوباره این موضوع رو مطرح کنه و مهسا واسه بار سوم هم به کوشا میگه نه. و انگار که این موضوع که مهسا خیلی به این موضوع اهمیت نمیداده، من خیلی اوکی مثلا از فرداش تو چشای کوشا نگاه میکرده مثل یه آدم عادی و مثلا حالا شاید سلام میکرده نمیکرده، دو تا همکلاسی که خیلی با هم دیگه کاری ندارن، این کوشا رو عصبانی تر میکرده، چون احساس میکنم که انتظار داشته که مهسا به این موضوع درگیر بشه دیگه، میدونی حالا یه درگیری پیدا کنه مثلا، یا مثلا چه عصبانی بشه بهش بگه که مثلا چه میدونم وقتی بهت میگم نه یعنی نه دیگه، میدونی، یا مثلا اینقدر دنبال من راه نیفتی، همچین چیزایی. ولی مهسا اصلا این چیزا رو نمیگفته و خیلی مثلا اینطوری بوده که نه، بعد میرفته کار خودش رو میکرده. چیزی که من احساس میکنم اینه که این تفاوتی مهسا نسبت به این موضوع، اون موضوع اصلی بوده که کوشا رو خیلی عصبانی میکرده. تا اینکه زمان میگذره و این دو نفر درسشون تموم میشه، 22 سالشون شده بوده، ترم آخر دانشگاهشون توی دانشگاه علامه طباطبایی تموم میشه و میرسیم به تابستون سال 1390 که توی اون کوشا پارسا مهسا امین فروغی جفتشون 22 ساله شده بودن و جفتشون داشتن فارغ التحصیل میشدن، امتحانات آخر ترمو داده بودن و منتظر نمرات امتحانات خودشون بودن. و اینجا کوشا بالاخره اون تصمیم خودشو میگیره. کوشا تصمیم میگیره که این بی‌تفاوتی مهسا رو و این احساسات بدی که توی همه این مدت مهسا داشته به کوشا میداده رو جبران کنه و در واقع یه جورایی انتقام بگیره. همین میشه که در نهایت روز 15 تیر سال 1390، یه روز تابستونی که توی اون مهسا رفته بود دانشگاه تا نمره های خودش رو بگیره، نمره هاشو چک کنه و از جوکارها و کارهای فارغ التحصیلی دانشگاهش رو انجام بده، روی پل مدیریت کوشا به مهسا حمله میکنه و اونو با 26 ضربه چاقو به قتل میرسونه. اون روز مهسا و دوستش با همدیگه روی پل بودن و رفته بودن دانشگاه که پیگیر یه سری از کاراشون بشن و اینکه توی اون روز تابستون کوشا تونسته بود اونو پیدا کنه خیلی چیز عجیبیه، به خاطر اینکه در واقع هفته عادی نبوده، ماه عادی نبوده، تیر ماه بوده، دانشگاه در واقع تموم شده بوده و اینطوری نبوده که مهسا هر روز اون مسیر رو بره و هر روز بره دانشگاه. و چیزی که مشخصه اینه که کوشا احتمالاً بارها کمین کرده بوده اونجا واسه مهسا، چون میدونسته که مهسا بالاخره یه روزی باید بیاد دانشگاه و کاراشو انجام بده و اونجا کمین کرده بوده و دقیقا منتظر اون روزی بوده که مهسا رو ببینه. و خب آره، مهسا رو میبینه. دوست مهسا که اون روز روی پل کنارش بود اینطوری میگه که ما داشتیم روی پل راه میرفتیم و مهسا یه مقدار از من داشت جلوتر راه میرفت که یهو یه نفر از کنار ما رد شد، یه نفر که یه چیزی انداخته بود رو صورتش که صورتش دیده نشه. و زمانی که رسید به مهسا، مهسا رو چسبون به میله های پل هوایی و شروع کرد به موش زدن بهش و دوستش میره نزدیک و میگه که من اون پارچه رو از روی سرش کشیدم و دیدم که کوشاست. و زمانی که دوستش میخواد بره نزدیک که در واقع این دوتا رو جدا کنه از هم و کوشا رو بزنه عقب، کوشا دوتا چاقو میزنه بهش یا چند تا چاقو میزنه و دوستش از ناحیه دست مجروح میشه و اونجا بوده که تازه میفهمه مشت نمیزده کوشا به مهسا، در واقع داشته چاقو میزده بهش. و بعد که کوشا فرار میکنه، دوست مهسا مهسا رو میبینه که روی زمین افتاده و غرق خونه. و توی همین حین آدمهای خیلی زیادی بودن پایین پل که داشتن اینو در واقع این صحنه رو میدیدن و خیلی هاشون هم داشتن فیلم میگرفتن از این صحنه. و آره، واسه منم این سوال پیش اومد که چرا آدم ها نمی اومدن روی پل و جلوی این اتفاق رو بگیرن، چون اوکی مثلا ممکنه اون چاقو داشته دستش، مسلح بوده، همه اینها، ولی خب اگه چند نفر می اومدن روی پل بالاخره میتونستن خل سلاحش کنن دیگه، یعنی میتونستن یکی مثلا دستاشو بگیره، یکی چاقو رو از توی دستش در بیاره،
یعنی کار مثلا خیلی سختی نبوده، مثلا تفنگ نبوده که تیر بزنه همه رو بخواد بکشه. و خب چیزی هم که مشخصه اینه که قصد داشته مهسا رو بکشه، یعنی مثلا به اون دوستش، به دوست مهسا در حدی چاقو زده که اونو مثلا از خودش دور کنه دیگه، و بعد هم فرار کرده. ولی خب مردم زمانی میرن روی پل که کوشا فرار کرده بود و در نهایت چند نفر میدونن دنبال کوشا و اونو میگیرن و مهسا رو هم میزنن توی یک وانت و با اون وانت میبرن بیمارستان، که خب البته مهسا مرده بوده یا به قتل رسیده بوده. وقتی کوشا رو میبرن پیش پلیس، کوشا یه حالت مبهوت، مات، مشروک داشته و بهش میگن که چرا این کارو کردی و چرا این همه چاقو زدی بهش. و کوشا اونجا میگه که من 2-3 بار چاقو زدم. و چیزی که مشخصه اینه که کوشا متوجه این موضوع نبوده که 26 بار به مهسا چاقو زده. و چیزی که مشخصه اینه که، و چیزی که در واقع میشه فهمید، این که کوشا یه خشم خیلی 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 زیادی نسبت به مهسا داشته. کلا توی این موارد پیگیری قتل، یکی از چیزهایی که خیلی به پلیس کمک میکنه تعداد ضربات چاقو و اون عمق در واقع جراحت هاست، به خاطر اینکه میگن هر چقدر این ضربات در واقع بیشتر باشه و مثلا فرد قاتل با خشم بیشتر این کار کرده باشه، خب مشخصه که اون کسی که مقتول و کشته یه خصومت شخصی باهاش داشته، یه کینه ازش داشته، یه دعوای با هم داشتن. و این پلیس رو یه ذره هدایت میکنه توی پیدا کردن قاتل، میدونی؟ چون مثلا دارم میگم من اگه از یکی پول بگیرم بخوام برم یکی رو بکشم، خب همون بار دوم که زدم چاقو به گردنش دیدم مثلا افتاد مرد دیگه، میرم دیگه. اما آدمهایی که از روی خصومت و از روی مشکل و از روی کینه و انتقام میرن یکی رو به قتل میرسونن، احتمالا متوجه میشن که اون فرد کشته شده ها، اما با هر ضربه چاقویی که به اون میزنن در واقع دارن یک بخشی از خشمشون رو خالی میکنن اونجا. و این دقیقا اتفاقی که واسه کوشا افتاده بود. کوشا 26 ضربه چاقو میزنه به مهسا، در صورتی خودش فکر کرده 2-3 تا ضربه چاقو زده. و این مشخصه که این موضوع واسه کوشا خیلی خیلی بزرگتر از چیزی بود که حتی هر کسی ممکن بود فکر کنه. از اون کوشا بازداشت میشه و در نهایت دادگاهش برگزار میشه و خب به اعدام یا همون قصاص محکوم میشه. کوشا 6 روز بعد از این موضوع، یعنی 6 روز بعد از دستگیری کوشا، میاد تهران و زمانی که باهاش صحبت میکنن میگه که من اصلا نمیتونستم حتی تصورش رو بکنم که کوشا اینجا باشه، که کوشا این کار کرده باشه، به خاطر اینکه کوشا خیلی پسر آرومی بوده، خیلی پسر درس خونی بوده و به ما گفته که احتمالاً میخواد یه هفته بره سفر و بعد من این خبر رو شنیدم. خب آره، ببین قطعاً تو به عنوان یه پدر قطعاً نمیفهمیدی که چی به چیه و قطعاً شوک شدی، چون اگر که تو میفهمیدی که این آدم مشکلات روحی و روانی داره، قطعاً الان یه جنازه اونجا نبود و قطعاً پسر تو قاتل نشده بود. و خود کوشا وقتی که باهاش صحبت میکنن، خب خودش به همون ماجراهای اختلافات خانوادگیشون و مشاجرهایی که توی خونه داشته اشاره میکنه، میگه من همیشه داشتم اضطراب خیلی شدید رو توی خونمون تجربه میکردم. و یه چیزی که کوشا میگه، میگه که من وقتی که به مهسا پیشنهاد دادم، مهسا منو مسخره کرده و این کارش خیلی رفته به مخ من. و علاوه بر این میگه که کوشا اینا خونهشون کرج بوده، میگه یه بار مهسا واسه یه کاری اومده بود کرج، من اونجا دیدمش و اونجا دوباره بهش پیشنهاد دادم، اما اون جلوی در واقع بچه محلای من منو مسخره کرد و من گفت نه. در صورتی که دوست مهسا وقتی که ازش اینو در مورد این موضوع سوال میپرسن، میگه که مهسا تا حالا کرج نرفته بوده، یعنی مهسا نه خونهشون کرج بوده، نه کرج کاری داشته و نه اونطوری که کوشا میگه اون روز واسه یه تحقیق، واسه یه کاری رفته بوده کرج. و چیزی که من احساس میکنم اینه که کوشا علاوه بر اون بیتفاوتی که از مهسا داشته میدیده، بعد از اون ذهنش شروع کرده بوده به سناریو سازی بیش از اون چیزی که وجود داشته. یعنی مثلا اگر که مهسا اینجور بوده که نه نمیخوام خدافظ، ذهن کوشا اینجوری بوده که اوکی این به من گفت نه، این منو مسخره کرد، این به من توی دلش داره میخنده،
و همه اینها. و این دقیقا باز از همون موضوع ناشی میشه که این آدم به شدت روان مشکل داری داشته، به شدت از نظر روانی مشکل داشته. در نهایت شهریور ماه سال 1390 کوشا با تناب دار اعدام میشه و از روزی که کوشا دستگیر میشه تا روزی که کوشا اعدام میشه فقط 69 روز طول میکشه و اعدامش هم توی همون محل حادثه و در ملأ عام بوده و همه آدم ها شاهد این موضوع بودن. اگر در مورد رضایت دادن یا ندادن خانواده مهسا واسهتون سواله، باید بگم که خانواده مهسا توی هیچ کدوم از جلسات دادرسی شرکت نکردن. در واقع میگفتن ما نمیتونستیم و تحمل نداشتیم که حرفای شاهدینی که اون روز توی اون صحنه بودن رو ببینیم، چون خودمون شاهدینی که اون روز توی اون صحنه بودن وقتی که توی دادگاه حاضر میشن خیلی هاشون توی اون جایگاه شهادت شروع میکنن به گریه کردن به خاطر اینکه حجم اون در واقع اون چیزی که دیده بودن خیلی بالا بود و حتی تعریف کردنش باعث میشدش که این آدم ها به هم بریزن. در نهایت خانواده مهسا توی هیچ کدوم از جلسات نبودن، اما حاضرم نمیشن رضایت بدن چون که پدر مهسا میگه که این یک موضوع فقط شخصی نیست و در واقع با این موضوع احساسات کل مردم جریحه دار شده و ما کاری که باید بکنیم اینه که کوشا رو قصاص کنیم. و خب همینطور هم بود، اون پرونده توی اون در واقع زمان خیلی سر و صدا کرد، خیلی مردم همه شوک بودن، خیلی از کوشا بدشون میومد همه و در واقع این پرونده هایی که اینطوری عمومی میشه، در واقع میگن پرونده هایی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی میشه، در نهایت سرنوشتش همینشون. انگار که مثلا اگر اون خانواده هم بخوان رضایت بدن، مردم انتظار دارن که اعدام اجرا بشه و چون همچنان اعدام توی جامعه ما و بین مردم ما همچنان مجازات خیلی محبوبیه، مخصوصا برای قاتلین و اینجور افراد، و آدم ها واقعا انتظار این موضوع رو دارن. و راجع به تفاضل دیگه هم اینو بهتون بگم، من توی یکی از ویدئوهای قبلی گفتم وقتی که قاتل یه پسره و مقتول یه دختره و در واقع میخوان پسر رو اعدام کنن، چون که دیه مرد توی قانون ایران دو برابر دیه زنه، این اختلاف دیه که در واقع نصف دیه است رو خانواده مقتول که خانواده دختر باشن باید پرداخت کنن تا بتونن این کار بکنن. اما توی پرونده های اینطوری که خیلی سر و صدا میکنه و عمومی میشه، غالبا از صندوق خود دادگستری این فاضل دیه پرداخت میشه و اینجا هم همین اتفاق افتاد و در نهایت کوشا به شهریور ماه ساعت 6 و نیم صبح اعدام میشه. اما چیزی که میخوام در موردش اینجا صحبت کنم و به نظرم چیزیه که خیلی چیز واضحیه و اتفاق نمیفته اینه که همونطوری که گفتم از دستگیری تا اعدام کوشا 69 روز طول کشید و یعنی اینطوری بودش که دادگاه ها تون 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 برگزار شد، بعد حکم صادر شد و رفتن کوشا رو اعدام کردن. و چیزی که اینجا واسه من خیلی سواله اینه که یک پرونده این چنینی که اون طرف مشخصه که مشکلات روانی داره، من نمیگم اعدامش نکنید، اوکی پزشک قانونی نظر داده بود که کوشا از نظر روانی سالمه، یعنی مثلا توی جنون نبوده زمانی که این کارو کرده، اما این آدم یه کیس خیلی خیلی مناسبه واسه بررسی این که چه چیزی توی آدم ها هست که باعث میشه برن دیگران رو بکشن، چه چیزی توی یک نفر باعث میشه که اون خیلی راحت و خیلی طبیعی و خیلی خونسرد بتونه بره یه نفر رو توی خیابون تو روز روشن به قتل برسونه بدون اینکه برنامه‌ای واسش بچینه و هر چیز دیگه ای. و اینها چیزهاییه که باید از نظر روانشناسی بررسی بشه. کوشا باید روانکاوی میشده، باید، و اینها همه آموزه‌ایه که میتونن ازش استفاده کنن که چه میدونم مثلا دارم میگم آدمهای دیگه‌ای کشته نشن. میدونی چی میخوام بگم؟ دقیقا اون چیزیه که من در مورد مهین قدیری گفتم، اون هم بررسی نشد. یعنی مثلا یه روانشناس جنایی آورده بودن که داشت مهینو بررسی میکرد از نظر سلامت روان و داشت در واقع چالش‌شله های این آدم رو پیدا میکرد که بعد مثلا موعد اعدامش رسیده بود و مهین رو اعدام کردن. و حتی واسه کوشا همون روانشناس جنایی هم توی پرونده نبود، یعنی کاملا اینطوری بودن که اوکی دیگه این مثلا بهش گفته نه، اونم خب دوست نداشته خوشش نیومده رفته اونو کشته. خب همه آدم ها هزار بار تو زندگیشون ممکنه تو جاهای مختلف نبشنون اگه هر کسی قرار باشه به خاطر این موضوع بره یه نفر رو بکشه، این کسی طبیعی نیست، این کسی دلیل منطقی نیست. اصلا به نظر من توی این داستان مهسا فقط یه ابژه بوده، یعنی در واقع یه سوژه بوده، یه ایکس بوده، اصلا مهم نبوده که مهسا مهساس یا هر کس دیگه. مثلا ممکنه کوشا میرفت به
فلانی دیگه مثلا میرفت به دوست مهسا پیشنهاد میداد، اونم میگفت نه ممکن بود همچین کاری بکنه، و از طرف ممکن بود یه پسر دیگه به مهسا پیشنهاد بده اون بگه نه ولی خب این کار نکنه. یعنی چیزی که میخوام در مورد صحبت کنم اینه که کوشا مشکلاتی که از نظر روانی و از نظر روحی داشت باعث شد که این کارو بکنه و باعث شد که مرتکب قتل بشه، و نه اون جواب نهی که شنیده بود، چون اون جواب نه جواب خیلی ساده ایه و هیچ دلیل منطقی برای کشتن یک نفر نیست. توی آخرین ویدیو باید اینو بگم که من از صمیم قلب آرزو میکنم که هیچ کدوم از ما وقتی که از خونمون خارج میشیم و توی خیابونهای این کشور راه میریم شاهد خشونت نباشیم و هیچ خشونتی رو تجربه نکنیم. آرزوی تقریبا محالیه، اما دوست دارم آرزو کنم و دوست دارم امیدوار باشم به روزی که توی این کشور صلح جاری میشه و ما آدم همه با هم زیر اون صلح، زیر سایه اون صلح با هم دیگه زندگی میکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگر که دوستش داشتید لایک کنید، واسه من کامنت بذارید، اینا خیلی منو خوشحال میکنه. همین توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.